ادامه فارماکولوژی فلش کارت رو داریم ضبط میکنیم. رسیدیم به بحث الکل. چه بحثی؟ الکل. الکل کن کاز سی ان اس دپرشن، درسته؟ سام ویا گابا میمتیک اند متابولیک اسیدوزیس. الکل به خاطر متابولیک اسیدوزیس و گابا میمتیک واسه سی ان اس دپرشن میشه. حالا اتیلن گلیکول داریم، متانول و اتانول. اتیلن گلیکول با الکل دهیدروژناز میشه اگزالیک اسید، باعث اسیدوزیس و نفروتوکسیسیتی میشه، چون کلسیم اگزالات سنگ چی رو میده؟ سنگ کلیه. اتیلن گلیکول پس دوباره با الکل دهیدروژناز میشه چی؟ اگزالیک اسید. متانول با الکل دهیدروژناز میشه فرمالدهاید، بعد میشه فرمیک اسید که باعث سیویر اسیدوزیس و رتینال دمیج میشه. اوکی؟ اتانول با الکل دهیدروژناز میشه استالدهاید. استالدهاید خودش باعث نازعه، وومیتینگ، هدک و هایپوتنشن میشه. استالدهاید با استالدهاید دهیدروژناز میشه استاتیک اسید که دیسولفیرام میاد استالدهاید دهیدروژناز رو اینهیبیت میکنه. بعد گفته که دیسولفیرام اینهیبیت استالدهاید دهیدروژناز، استالدهاید اکیومولیت اند هنگ اوور. وقت استالدهاید تجمع پیدا میکنه، طرف داره نازا و میدین میشه، وقت دیگه الکل نمیخوره. بعد از ترک، بعد از ابستیننس یا ترک میتونیم چی بدیم؟ دیسولفیرام بدیم و یارو دیگه از من هر وقت رفت دنبال الکل حالش خیلی بد میشه. فوم پیزول، بگو فوم پیزول الکل دهیدروژناز اینهیبیت میکنه. گفته فوم پیزول لانگ اکتینگ اینهیبیتور آف آنتی دیوریتیک هورمونه. قبول؟ فوم پیزول پس الکل دهیدروژناز اینهیبیت میکنه و لانگ اکتینگ اینهیبیتور آف آلدهاید دهیدروژناز. الکل دهیدروژناز گفته کامپیتیتیو سابستریت فور الکل دهیدروژناز. اینا هم همه با هم رقابت میکنن. قبوله؟ چون همشون هم الکل دهیدروژناز کانورت میشن. اما الکل کرونیک الکلیست دچار هایپوگلایسمیا میشه. دچار چی؟ هایپوگلایسمیا. دچار فتی لیور اند لیپیدمیا. ماسل ویستینگ لانگ ترم الکلیک پور فود اینتیک. کسی ماسلا ویست میشن، درسته؟ و پور فود ایندکس، غذا کم میگه، در نتیجه خیلی لاغر میشه. گوت دچار گوت میشن چون لاکتات کامپیت ویت یوریت فور اکسکریشن. چون لاکتات رقابت میکنه با یوریت برای اکسکریشن و لاکتات زیاد شده، لاکتات ها دفع میشن، یوریت میمونه، میشه گوت. فتال الکل سیندروم چه سیندرومیه؟ گفته leading cause of congenital malformation in the United States. دلیل congenital malformation در آمریکاست. growth restriction محدود کردن رشد جنین. هولوپروس انسفالی مارک سی ان اس دیسفانکشن اند منتال ریتاردیشن تو بچه میاره. فیشیال ابنورمالیتی لیپ دیسلوکیشن اند هارت اند لانگ فیستولاس. مکانیزم می اینکلود اینهیبیشن اف سل میگریشن. وقتی که داره بچه جنین ایجاد میشه واسه سلولا میگریت بکنن و چوکام دیفرنشییت شدن، درسته؟ حالا سل میگریشن تو جنین اینهیبیت میشه تراست الکل، در نتیجه این عوارض ایجاد میشه تو بچه. فتال الکل سیندروم. الکل تموم شد. آنتی کانوولسنت بگو. آنتی کانوولسنت دیکریز اکسانال کاندکشن بای پریونتینگ سدیم اینفلاکس. آنتی کانوولسنت ها کم میکنن اکسانال کاندکشن رو با پریونت کردن سدیم اینفلاکس، مثل کربامازپین، اوکس کربامازپین، فنیتوئین، فوسفنیتوئین. درسته؟ اینکریز میکنن اینهیبیتوری گابا میدییتد هایپرپولاریزیشن ها مثل باربیتراز و بنزودیازپین. گابا میدییتد اینهیبیتوری ها زیاد کنن، کاندکشن ها کم کنن، سدیم کم بیاد. دیکریز کنن اکسایتیتوری گلوتامیک اسید و گلوتامیک اسید اکسایتیتوری ها اینهیبیتش کنن، کمش کنن، مثل لاموتریژین، توپیرامات و فلبامات. توپیرامات و فلبامات ماله؟ نه، همه آنتی کامونوزنن که توپیرامات ها گفت تو چی؟ تو چیزم استفاده بشه، برای میگرین پروفلاکسی هم هست. دیکریز پریسینابتی کلسیوم اینفلاکس بلاک تی تایپ چنل، که این مدل تی تایپ چنل اتوسوکسیمای و والپوریک اسید فقط برای چی بود؟ برای
آبسنسیجر بود، یعنی اونایی که کلسیم تیز میکردن آبسنسیجر، اونایی که سودیوم و این گلوتامیک و گابا هن برای تونیک کلونیک و جنرال و سیمپل و کمپلکس و برود اسپکتروم هم که همه رو با هم انجام میده. حالا همین والپوریک اسید من کلسیم بود، کلسیم این فلک راست میگیرسید بلاک میکنه کلسیم. انواع سیجر پارشیال که سیمپل و کمپلکس داره با والپوریک اسید درمان میشه با کربامازپین و فنیتوئین. یه پارشیال سیمپل کمپلکس هم یه جنرال داریم که تونیک کلونیک و آبسنس و یه استاتوس اپیلپتیکوس. بعد میگه جنرال تونیک کلونیک والپوریک اسید کربامازپین و فنیتوئین، جنرال آبسنس اتوسوکسیماید، استاتوس اپیلپتیکوس، لورازپام، دیازپام، فنیتوئین یا فسفنیتوئین. خب اینجا یه چیزی داره اشتباه میگه، این والپوریک اسید کلسیم نیست، من مطمئنم سدیمه. بعد اینکه داره والپوریک اسید برای اینا میگه، اگه کلسیمه باید برای آبسنس بگه. برای آبسنس بگه؟ برای که؟ یعنی با اوتو پاورپوینت خودمون؟ من چه کامبوزنت رو پیدا کنم؟ من این چیه؟ وای ما اینو نخوندیم. فنیتوئین فسفنیتوئین والپوریک اسید سدیم والپوریت also inhibit GABA inactivation and calcium channel indication all type of epilepsy particularly in children bipolar depression advantage very effective few side effects non sedative to all type of the epilepsy استفاده میشه. این هم تاپیک اپیلپسیه ولی ما اینا نخوندیم، ما یک چیز دیگه خوندیم درسته؟ اون مال خود فتوه، این مال یکی دیگه هست. این مال ننوشته مال یکی اینجا رو یه لحظه فقط نگاه کن، اینش جالبه، نوشته سیجر کنترلش. خب EPSP سدیم اینفلاکس کلسیم کرنت پاروکسیزمال دپولاریزیشن باعث سیجر میشه، اینهیبیتوری این اکسایتیتوریه، اکسایتیتوری پوتنشیال نمیدونم سیناپس و اینا، این اینهیبیتوریشه. پوتاسیوم ایفلاکس کلور اینفلاکس پمپ کلورینا پمپ ها و لو پی اچ کنترلش میکنه. این چیز جالبی بود. خب برو تو فکر خوبی داره. خب متنفرم از این ویندوز واقعا. رفتین چه تو ما اینو خوندیم آنتی اپیلپتی جنرالایز استاتوس به اون آخرش طبقه بندی کرده بود. طبقه بندی چه اول نوشته بود که چی آباد آباد؟ نه نه طبقه بندی دارویش آخر بود. برای پارشیال سیجر تونیک کلونیک جنرالایز کربامازپین اوکس کربامازپین فنیتوئین والپورات فنوباربیتال پریمیدون بنزودیازپین ها و داروهای جدید. برای آبسنس اتوسوکسیماید والپورات، این الان والپورات برای آبسنس نگفته گرفت شد، والپورات برای بالایی هم هست، اینجا هم هست، کلونازپام، لاموتریژین، زونیسامید، لوتیراستام و تریمتادیون. استاتوس اپیلپتیکوس گرند مال تایپ، دیازپام، لورازپام، کلونازپام، فنیتوئین، فوسفنیتوئین و فنوباربیتال. اینا چیزن مهمه. قبول نه فیلش. میشه مطمئن کنیم دیگه داروهای داروش چی نوشته؟ داروهای جدیدترش هم چی همین هست؟ همش همین هست استاد چیزاشو گفت الان برود اسپکتر همین ها که یه تیکه دیدی داروها رو همش بقیش همین هست من میدون. حالا برگردیم اینجا دو مرتبه دانلود فارماکولوژی چند بود اون؟ یک دو بود اه
الکل رو گفتیم. ببین اینا والپوریکو باید اینجا میذاش. خب کجا باید میذاش؟ برای جنرال آبسنس. جنرال آبسنس هم بود که یه دفعه چند ثانیه یادش مثلا یه کاری میکرد یادش نبود. استاتوس اپلپسیکول رازافام دیازافام اینا درست گفت. حالا فنیتوینگ پس اون پتیت مال گلندمال یا اینجا که ایتون نگفتی در این رابطه خب پتیت مال گلندمال همون تونیک کلونیکو چیزن دیگه این یه تیکن دیگه ببین این الان این یه تیکه گروه یک گروه دو استاتوس اپلپتیکوس و برود سپکتروم هم این ستا رو فقط شامل میشه حالا این لایک ها اگه بذاره من موسا بگیرم دستم فنیتوینگ induction of cytochrome P450 میکنه گفتیم P یعنی pink 450 که طول موج نوره که ماکسیمم ابزوربشن داره فنیتوئین زیرو اوردر کینتیک اف الیمینیشن داره بگو فنیتوئین زیرو اوردر کینتیک اف الیمینیشن داره یعنی ربطی به غلظتش نداره الیمینیشن ساید افکت CNS دپرشن جینجیویال هایپرپلازیا هیرسوتیسم یعنی پرمویی استئومالاشیا مگالوبلاستیک آنمیا و چون دیکریز میشه فولاد چون دیکریز میشه فولاد مگالوبلاستیک آنمیا سیستماتیک لوپوس اریتماتوس لایک سیندروم اسلی لایک سیندروم اریتماتوس میده لوپوس تراتوژنیک فنیتوئین کلفت لیپ اند پالیت فتال هیدانتوئین سیندروم دوچاره بچه‌ها دوچاره فتال هیدانتوئین سیندروم میکنه و کلفت لیپ اند پالیت لبا و پاها رو چیز میکنه میشکافه میشن لب شکری همین منظورش هم یه کلفت لیپ اند پالیت منظور همون لب شکری معنی لب شکری یعنی لباشون اینجوریه ترک بوده نه نستنگفن اینجور بینگر لبش کرد نکو اینجا رو پلیت ها پلیت پا نیست پلیت کام دهنه کام اینجاد نمیشه گرفتیشون بازه آره دهنشون به دماغشون راه داره بنده های خود یعنی اینم گذاشت اسم یعنی هست کلفت لیپ گرفتی شد کلفت لیپ از عوارض تراتوژنیک فنیتوئینه داریوز تشنج کربامازپین چی کربامازپین تریجمینال دارویی برای تریجمینال نورالژیا ایندیوس سایتوکروم پی 450 ایندیوسینگ ایتس اون خود اینکلودینگ خودش خودش هم یعنی وقتی که ایندیوس میکنه خودش هم دوزه بیشتر متابولیسم میشه ساید افکت سی ان اس دپرشن استئومالاشیا مگالوبلاستیک آنمیا آپلاستیک آنمیا اس آی ای دی اچ یعنی سیستماتیک آنتی دیورتیک هورمون نمیدونم یعنی چی بعد گفته کربامازپین استیون جانسون سیندروم دیپ لوپیا آتاکسیا لیور توکسیسیتی من بعد بفهمم این استیون جانسون سیندروم چی گفت مالا یه چیز دیگه هم گفت مالا چی گفت همین بود کربامازپین بود اون موقع کربامازپین مگه چیز نیست مگه یه بنزودیازپین نی استیون جانسون سیندروم نی یک بیماری نادر در پوست و مخاط بدن است که بر اثر عفونت یا داروهای آلرژیزا ایجاد می شود. علل اصلی ابتلا به این سندروم واکنش های آلرژیک به داروهای مانند سولفانامید، هیدانتوئین، آلوپورینول هم هست گفته اون موقع خب دلیل های فرعی می توانند عفونت های لنفاوی، مایکوپلازما یا باکتری های دیگر باشد. گرفتید شو؟ ای بابا بهترین کار درمانی گذاشت کنار گذاشتن داروهایی است که بیمار در حد 2 تا 3 هفته قبل از بروز بیماری مصرف می‌کرده. بعد با تتراسایکلین مایسه درمان بشه. چه افتضاحی بنده خدا. خب. حتما می‌دیم الان استیون جانسون سیندروم چیه اوکی؟ کربامازپین میتونه طرف رو دچار استیون جانسون سیندروم کنه. کربامازپین هم تراتوژنیکه باعث کلفت لیف اند پلیت میشه مثل فنیتوئین و باعث اسپاینا بیفیدیام میشه این فتال هیدانتوئین سیندروم چیه؟ فتال هیدانتوئین سیندروم
چیزی نیستم اینطور گفته فتال هیدان تو این سیندروم یا فیلات بیلانتین سیندروم از گروپ آف دیفکت کاز تو دیویلوپینگ فتوس بای اکسپوژر تو ده تراتوجنیک افکت آف فنیتو اینیا کربامازپین دیلانتین دیلانتین از ده برند نیم آف ده دراغ فنیتوین دیلانتین اسم تجاری فنیتوینه فنیتوین سودیومه این ده یونایتد استی کامنلی یوز این ده تریتمنت آف اپیلپسی اثر تراتوجنیک کربامازپین و فنیتوین با هم دیگه میگن فتال هیدانتوین سیندروم چون این فنیتوین ساختاره بک‌گراند هیدانتوینی داره. خب والپوریک اسید یوزد این مانیا این بایپولار دیزوردر میگرن اینهیبیت میکنه سایتوکروم پی 450 ولی فنیتوین و کربامازپین هر دو اینداکشن ایندیوسر سایتوکروم بودن. پس در از افسردگی هست، افسردگی از دو قطبی پیشگیری از میگرن هم میکنه. ساید افکت والپوریک اسید جی آی دیسترس، ریر هپاتوتوکسیسیتی، تریمور و ویت گین افزایش وزنه. تراتوجنیک باعث اسپاینا بیفیدیا ابسولوتلی کانترا ایندیکیتد این پریگننسی. پس والپوریک اسید ابسولوتلی کانترا ایندیکیتد این پیگنسی میشه، افزایش وزن میده. آنتی کانوولسنت ها ادیشنال اینفورمیشن آنتی کانوولسنت به علاوه سی ان اس دپرسنت ادیتیو افکتشه ابرابت وید دروال سیجر و بیشتری آنتی کانوولسنت دادن سی ان اس دپرس میکنن دیگه، درسته؟ حالا اگه با یه داروی دیگه که سی ان اس دپرسنت مصرف شه ادیتیو افکت اثر مضاعف روی سی ان اس دپرشن میذاره. ابرابت وید دروال یعنی اگه که آنتی کانوولسنت رو ترک کنی یک دفعه تشنج میشه مشخصه. لاموتریجین و فلبامات یوزد این سیجر استیتس ادجانکت تراپی کمک درمانند. ساید افکت لاموتریجین و فلبامات هپاتوتوکسیسیتیه، آفلاستیک آنمیا فقط برای فلبامات و استیون جانسون سیندروم فقط برای لاموتریجین. اینا داشتیم تا اینجا فلبامات چه داشتیم ولی استیون جانسون سیندرومو نداشتیم تو فارماکولوژی خودمون. گاباپنتین آنتی کانوولسنت اینکریز میکنه گابا افکتا گاباپنتین یوزد این سیجر استیتس اند نوروپاتیک پین آلسو برای پست هرپتیک نورالژی هم استفاده میشه. پست هرپتیک نورالژی میشه. بعد گفته فنوباربیتال ایز سیفست دیورینگ پریگننسی تنها دارویی که زن تشنج زن سیجر دار میتونه مصرف کنه در طول حاملگی فنوباربیتاله که سیفه. حتی که آفنتین هم نهاده سازه کنه؟ آره دیگه گفته ایز سیفست، حالا شاید اونو بشه ولی گفته ایز سیفست دیورینگ پریگننسی فنوباربیتال. اما تاپیک بعدی آنستتیکا فور دراگ to cross to blood brain barrier it has to be lipid soluble or actively transported. Drug with low solubility in blood decrease blood gas ratio, rapid onset and recovery. Decrease with high solubility in lipid increase potency, minimum MAC. MAC گفتیم با پتانسیل رابطه عکس داره. Alveolar concentration is a concentration. حالا MAC چیه؟ Minimal alveolar concentration is a concentration of inhaled anesthetic at which 50% patient do not respond to surgical stimuli. گفتیم MAC مینیمم باید 1.3 باشه تا طرف بیهوش بشه. N2O یا nitrous oxide has a low blood and lipid solubility به خاطر همین rapid onset and rapid recovery داره ولی low potency. Halothane has a high blood and lipid solubility داره در نتیجه slow onset slow recovery but high potency. Halothane یه بازی نیه نیست بازی یه خبور بود سیکروکسادی گفتش چیه؟ سلوبیلیتیش کمله به سلوبیلیتیش در نتیجه سریع عمل میکنه سریع هم به هوش میاد. اما هالوتون چون خیلی لیپوفیله دیر عمل میکنه دیر به هوش میاد، حتی گفت سالها طول بکشه تو لکچه. خب و های پوتنسی داره. حالا این هل آنستتیکا هالوتون انفلوران یا اسم دیگرش انتان ایزوفلوران سوفلوران متوکسیفلوران اندو او آن نگفته دیگه این هیله نمیدونم. Effect cause myocardial and respiratory depression, nausea, emesis, increase cerebral blood flow, decrease cerebral metabolic demand. Toxicity شون hepatotoxicity حالتان، nephrotoxicity مال متوکسیفلوراته،
پروکونولوسنت مال انفلورانه که انفلوران بایستی اوید بشه در سیجر پیشنت چون خودش بایست تشنج میشه. مالیگنند هایپرترمیا خیلی کمه برای همشون و اکسپنشن آف تراپ گاز یا تو لکچرمون گفتیم چی چیه اسمش ایر پاکت، اکسپنشن آف ایر پاکت مال اندوه. هپاتوتوکسیسیتی هالوتان، نفروتوکسیسیتی متوکسی فلوران، پروکونولوسن انفلورانه و مالیگنند هایپرترمیا مال همشونه و اکسپنشن آف تراپ گاز. اخ داستان تراپ گاز چی بود؟ گفتیم که اندو وقتی میخواد از ریه خارج بشه با اکسیژن کم میاد، بعد اکسیژن به بدن کم میرسه، بعد یه دفعه طرف سیانوزیس میشه. به خاطر همین باید حتما دستگاه ونتیلیتوری وصل باشه. آره بعد اندو هم میتونه جانشین اندو بشه. اندو میتونیم بریم. Don't roll in. Using treatment of malignant hyperthermia caused by concomitant use of inhaled anesthetic except NDO. پس بجز NDO بقیه inhaled anesthetic ها میتونن دوچاره چی کنن برای malignant hyperthermia. And succinylcholine هم که depolarizing muscle relaxant میتونه دوچاره malignant hyperthermia کنه. چرا دانترول اینجا گفتید؟ برای اینکه داریم که تمام inhaled anesthetic ها بجز اندو دوچاره malignant hyperthermia میکنن ما رو. درسته دانترول که کلسیم بیشتر میاد از اون ورن دارم چیزی من دیگه چرا رفت این malignant hyperthermia داره دانترول هم. عزیزم بذاری من توضیح بدم یا نه؟ صد بار گفتم داری سگ نگاه میکنی، هرس نده منه ها. اینهل آنستتیکا به جز اندو او باعث مالیگنن هایپرترمیا میشن. حالا چجوری درمانش کنیم؟ با دانترولن. دانترولن also used to treat neuroleptic malignant syndrome که همون toxicity due to antipsychotic drug هاست. بعد گفته MOA prevents release of calcium، یعنی مکانیسمش چجوریه؟ دانترولن پریونت میکنه ریلیز کلسیوم فرام سارکوپلاسمیک رتیکولوم، گفتیم سنسیشن اون رسپتور رو کلسیوم کم میکنه، در نتیجه دیکریز میکنه کانتراکتیویتی، در نتیجه گرمایی که به خاطر اون کانتراکتیویتی ایجاد شده کم میشه. اینتراونوس آنستتیکا گفتیم اسمشون چیه؟ بن توک اوپیات اند پروپوزد ات برگر کینگ. اوکی بن نگاه کرد به اوپیات و پروپوز کرد چی؟ برگر کینگو. حالا بن یعنی بنزودیازپین مثل میدازولام most commonly for endoscopy استفاده میشه. adjunct use with gaseous anesthetic pre-operation sedation anterograde amnesia. amnesia یعنی فراموشی. may cause severe post-operation respiratory depression. decrease میکنه میدازولام blood pressure. treat with فلومازنیل چون گفتیم فلومازنیل آنتاگونیست بنزودیازپین هاست و آمنزیا میاره، فراموشی هم میاره. اوپیات مورفین فنتانیل used for induction and maintenance of general anesthesia. برای مینتننس بقیه جنرال آنستتیکا از اوپیویت های مورفین و فنتانیل میتونیم استفاده کنیم به صورت آیوی. پروپوفول used for induction and maintenance of anesthesia rapid onset داره. گفتیم هر که rapid onset داره میتونیم برای مینتننس و induction استفاده کنیم. گفتیم پروپوفول آنتی امتیک هم خودش هست، یه احتیاج به آتروپین بعدش نداره. باربیتورات ها مثل تیوپنتال هایپوتنسی های لیپید سولوبیلیتی رپید کراس بلاد برین بریه یوز فور آنستزی اینداکشن شورت اکتینگ هم باربیتوراتا دیو تو ریدیستریبیوشن فرام برین. گفتیم اینا الیمینیت میشه، این وقتی ریدیستریبیوشن از برین در بیان اثر خودشون از دست میدن. باربیتوراتا دیکریز سربرال بلاد فلا در اونجا برای جراحی برین خوبن. این ریدیستریبیوشن ببین گفتیم باربیتورات میرن وارد مغز میشن، طرف بیهوش میشه. وقتی که از مغز بیاد بیرون ریدیستریبیوشن به وارد بافتای دیگه بشه، طرف ریکاوری میشه. آها یادتون هست؟ یعنی رابطه به الیمینیشنش با ریدیستریبیوشن طرف از بیهوشی در میاد. تیوپنتال مثال زدم. آره حالا کتامین گفته پی سی پی آنالوگه که پی سی پی مخففش یادم رفت چیه؟ دیسوشیتیو آنستتیک استیمولیت کاردیوواسکولار سیستم کال دیس orientation hallucination بد دیریم میاره. کتامین گفتیم بد دیریم میاره، اینکریز سربرال بلاد فلو میکنه و اوید این هد اینجری پیشن. بعد دیگه گفته که رسپتور ADCH اینهبیت میکنه کلسیم وارد میشه. چیزی اینهبیت میکنه کتامین اون رسپتوری که همیشه میگفتیم تو پست سیناپسی اینکریز سیناپسی تو پست سیناپسی ADH رسپتور بود.
NMDA. NMDA. گلوتامات رو یعنی اینهیبیت میکنه. آره. NMDA گلوتامات. که بود کلسیم اینهیبیت میکنه. آفرین یادم. لوکال آنستتیکا. مازم قبل بود. فقط اسمش رو میگیم. پروکاین، کوکاین، تتراکاین، لیدوکاین، مپیواکاین و بوپیواکاین. اسکلتال ماسل ریلکسنت یه دپولارایز داشتیم، یه سلکتیو، یه نان دپولارایز که کامپیتیتیوه. بعد داروهاش کیا بودن؟ نه مال ترم قبله. نه میدونم مال ترم قبله، ولی چون که ما الان اسکلتال ماسل ریلکسنت رو ترم قبل خوندیم، الان سنترالی اسکلتال ماسل ریلکسنت تاپیک این ترمه، اسموس ماسل ریلکسنت هم دارم، بخاطر همین میخوام اینا رو ریویو کنم. سلکتیو فور موتور نیکوتینیک ریسپتور دپولارایزینگ و نان کامپتیتیو اند مثل سوکسینیل کولینگ کن کاز سیویر هایپرکالمیا اند مالیگنانت هایپرتنشن، ماسل ریجیدیتی، هایپرترمیا، هایپرتنشن، اسیدوز اند هایپرکالمیا. فیز 1 پرولانگ دپولارایزینگ نو آنتیدوت. فیز 2 دسنسیتیزیشن و بلاک ریپولاریزیشن. آنتیدوتش هم گفته و نئوستیگمین به عنوان آنتیدوتشه، کولین استراز اینهیبیتور ها مثل نئوستیگمین. نان دپولارایزینگ و کامپیتیتیو هم مثل توبوکورارین، آتراکوریوم، میواکوریوم، پنکوریوم، ونکوریوم، رپوکورونیوم. کامپیت ویت استاتیکولین فور رسپتور فور ریورزال آف بلاکید یوز کولین استراز اینهیبیتور مثل نئوستیگمین و ادروفونیوم. اوپیوید آنالجزیکا، مورفین، فنتانیل، کدئین، هروئین، متادون، مپریدین که تو آمریکا اسمش مپریدین بود و دکسترومتورفان. اوپیوئیدها اکت از آگونیست ات اوپیوئید رسپتور، مو برای مورفین، دلتا برای انکفالین و کاپا رسپتور برای دینورفین. تو مودولیت سیناپتیک ترانسمیشن، اینهیبیت ریلیز آف استاتیلکولین، نوراپینفرین، سروتونین، گلوتامات و سابستنس پی. پس اوپیویت ها اینهیبیت میکنن ریلیز نوروترانسمیترها رو مثل استاتیلکولین، نوراپینفرین، سروتونین، گلوتامات و سابستنس پی. یه بار دیگه رسپتور رو بگو. مو برای مورفین، دلتا برای انکفالین، کاپا برای دینورفین. یه بار دیگه همه دار بار نام ببر. مورفین، فنتانیل، کدئین، هروئین، متادون، مپریدین، دکسترو، متورفان. استفاده اوپیویدها برای پین، کاف ساپرسنت دکسترومتورفانه. برای دیاره آ میتونیم از لوپرامید و دیفنوکسیلات استفاده کنیم. الان لوپرامید و دیفنوکسیلات اونجا نگفته بود. لوپرامید و چی؟ دیفنوکسیلات برای دیاره آ ضد اسهال. برای اکیوت پولموناری ادما کانجسشن قابل استفادن. برای مینتننس پروگرام آف ادیکت یعنی اینکه ضد اعتیاد متادون. توکسیسیتیشون ادیکشن میارن، رسپیریتوری دپرشن میارن، کانستیپیشن، یبوست، میوزیس از نوع پین پوینت پوپیل، ادیتیو ادیتیو سی ان اس دپرشن هم میارن ویت آدر دراگ. تو آقا این تیبیا برش میداره، این موسو نمیذاره که این کدومشونه، فشارش بده بالا بچه رو، فشارش بالا تا آفرین نمیذاره من با موس کار کنم. واقعا خوابه CNS depression with other drug میاره، یعنی اگه تازه یه اوپیوید با یه اوپیوید دیگه قاطی بشه باعث ادیتیو CNS depression میشه، برای همین نباید با هم مخلوطش کنیم. تولرانس does not develop to میوزیس، تولرانس مرد به میوزیس و constipation نمیشه، یعنی طرف هر چقدر هم بکشه بازم یه بوست سر جاشه و میوزیس هم سر جاشه. treated with نالوکسون or نالتروکسون اوپیوید رسپتور آنتاگونیستا. پس کیان؟ نالوکسون، نالتروکسون. وید درووال اوپیوید ها باعث یاونینگ، لاکریمیشن، رینوریا، آبریزش بینی، سالیویشن، انگشاسایتی، سویتینگ، گوزه بمب. گوزه بمب یعنی؟ یعنی هیر اریکشن، یعنی سیخ شدن مو. ماسل کرامپ، اسپاس و سی ان اس اوریجینیتینگ پین تریت ویت متادون اور کلونیدین. و واسه با متادون و کلونیدین درمان کنید. کلونیدین الان اینجا برده گفت برای چی خوبه نگفت کلونیدین اینجا داره میگه درمانه وید دروال سیمتون. ها متادون رو چند گفته بود من کلونیدین رو از اینجا سیم کانترا ایندیکیشن و کاشن فور اوپیوئید. در هد اینجری پاسیبل اینکریز آف اینتراکرانیال پرشر وجود داره. در پولمونری دیسفانکشن اکسپت پولمونری ادما کانترا ایندیکیتده. گفتش که باید دپرشن پولمونری میشه دیگه. بله. فقط برای ادما قابل استفاده است. هپاتیک دیسفانکشن، رنال دیسفانکشن میانه چون پاسیبل اکیومولیشن تو این دوتا ارگانه داره.
کبد و کلیه. آدرنال اور تایروئید دیفیشنسی میاره چون اگزاگریتد ریسپانس ایجاد میکنه. در پریگنانسی پاسیبل نئوناتال دپرشن اور دیپندنس اکسپت مپریدین. به جز مپریدین بقیهشون باعث معتاد شدن بچه خیلی. بچه از همون که به دنیا میاد معتاده. آدر اوپیوید ان آنالجزیک ها. فول آگونیست. کی فول آگونیسته بر اوپیوید مپریدین؟ که آنتی موسکارینیکه، تاکیکاردیا میاره، پاپیل دیلیشن میاره، متابولایز با سیپ 450 تو نور مپریدین به عنوان SRI باعث سیجر میشه. متادون فول آگونیسته مینتننس این اوپیوید ادیکشن. مپریدین رو برای ترک نمیدن. چون آنتی موسکارینه، آنتی موسکارین هم هست. آگونیست اوپیویده آنتی موسکارین هم هست، نمیدونم، باعث سیجر هم میشه. پارشیال آگونیست کده اینه، کده این آنتی توسیوه آنالجزیکه به عنوان انساید استفاده میشه. پارشیال آگونیست بعدی بوپرنورفین، بگو بوپرنورفین. بوپرنورفین پرسیپیتیشن آف ویدروال. میکس آگونیست نالبوفین، بگو نالبوفین کاپا آگونیسته اسپاینال آنالجزیا و دیسفوریا. پنتازوسین مو آگونیسته پرسیپیتیشن آف ویدروال. آنتاگونیست نالوکسون آیویه ریورزال آف رسپریتوری دپرشن و نالتروکسون پر اوسه دیکریز کریوینگ فور الکول ان فور اوپیوید ادیکت. آنتاگونیستش پس نالوکسون و نالترکسون ها؟ آره. پارشیال آگونیست کده آنالجزیک وی یوز وید انسایب، مثلا استامینوفن کده این و بوپرنورفین پرسیپتیشن وید آف وید دروال. یعنی چی؟ یعنی علائمه ترک که گفت علائمه ترکی یا اونیم لاکریمش رینوریاسا بوپرنورفین کم میکنه. نالبوفین و پنتازوسین میکس آگونیست، یعنی آگونیست آنتاگونیستن، کاپا آگونیستن، باعث اسپاینال آنالجزیا میشن و دیسفوریا یعنی ناراحتی یا کسالت میاد. مو آگونیست پرسیپیتیشن آف ویدروال، بازم اثرات ترکا از بین میبره. پنتازوسین و بوپرنورفین اثرات ترکا از بین میبره. پارکینسون دیزیز دراگ، پارکینسونیسم لاس آف دوپامین اند اکسس کولینرژیک اکتیویتی، استاتیل کولین زیاد میشه، دوپامین کم میشه. دوپامین آگونیست رو استفاده کنیم، مثل بروماکریپتین، مثل پیریگولید، ارگوت آلکالوئید ام پارشیال دوپامین آگونیست ها. برومو کریپتین، پری گولید، ارگوت آلکالوئید، پارشیال دوپامین آگونیست. ترامی پکسول، روپی نیرول که نان ارگوتن، پس یا ارگوتن یا نان ارگوت. نان ارگوت گفته مثل پرامی پکسول و روپی نیرول. نان ارگوت آر پریفرد، نان ارگوت ها بهترن. اینکریز دوپامین بای آمانتادین. آمانتادین می اینکریز دوپامین ریلیز. آمانتادین آنتی وایراله برای اینفلوانزای نوع آ، برای روبلا، بیماری ویروسی روبلا فکر کنم معنی سرخک میداد، یادم نیست دقیقا. توکسیسیتی آمانتادین باعث آتاکسیا میشه. ال دوپا، کربی دوپا میتونیم بدیم تا اینکریز بکنیم دوپامینا که کانورت بشن به دوپامین در سی ان اس. کربی دوپا یا لوودوپا در سی ان اس به دوپامین تامشن، دوپامینا زیاد میکنن، آمانتادین دوپامینا زیاد میکنه. بگو بروماکریپتین یه چیزی هم داشت، بگو بروماکریپتین ارگوت دیگه. بعد گفتش که یه چیز... ارگوت آلکالوئید ها، پریگولید و بروماکریپتین ارگوت آلکالوئید. پریونت دوپامین بریکدان، ما باید جلوگیری کنیم که دوپامین تجزیه نشه با سلژیلین که ما او بی اینهیبیتوره، با انتاکاپون، تولکاپون، با کومت اینهیبیتور یعنی کربوکسی او متیل ترانسفراز اینهیبیتور ها پریونت کنیم از الدوپا دگردیشن، نذاریم الدوپا دگرده بشه. ما بایستی دیکریز کنیم اکسس آف استیل کولینا با بنز، آفرین، با بنز تروپین، با دیفنیل، دیفن هیدرامین، تری هگزیفنیدیل که آنتی بوسکارینیکن و ایمپروف میکنن تریمور و ریجیدیتی ها با تز لیتل افکت آن برادیکینزیا. این در اصل دیفن هیدرامین هیستامین آنتاگونیسته، ولی چی ولی اثرش میکس بود، اثر میکس بود. بعد تری هگزیفنیدیل چی؟ فقط آنتی موسکارینیه، درسته؟
بنسترو. بعد ببین اثر آنتی موسکارین باعث برادیکینزیا میشه، درسته؟ ولی این سه تا آنتی موسکارین has a little effect on برادیکینزیا. آه برای همین بگم آتروفین مثلا نمیده، چون آتروفین برادیکینزیا آفرین تیری هگزیفنی دیل دیفن دیفن هیدرامین بنستروپین کم میکنه استیل کولینا. For essential or familial تریمور use beta blocker، مثلا پروپانول هم استفاده کن. اگه فامیلیار تریمور از لرزش دست فامیلیه، میگه پارکینسون نیست احتمالاً ها. بعد گفته بالسا پارکت هربنز، بالسا پارکت هربنز یعنی برومکریپتین، آمانتادین، لوودوپا وید کربیدوپا، سلژیلین اند کومت انهیبیتور، آنتی موسکارینیک بنستروپین. بالسا پارک کرد بنزشو، بگو برومکریپتین، آمانتادین، لوودوپا، سلژیلین، آنتی موسکارینیا، اوکی؟ بنز میشه پارک یعنی پارکینسون، بنز هم چی میشه؟ بنستروپین. گرفتید شو؟ بالسا پارکر بنز. آنتی سایکوتیک دراگ ها یا نورولپتیک ها، داروهای ضد سایکول، های پوتنسی دارن این داروها، نورولوژیکال ساید افکت دارن، مثل هالوپیریدول و تریفلو تریفلوپرازین. تریفلو آنتی سایکوتیک دراگ، من همیشه اینا قاطی میکنم با دپرسان. هالوپیریدول و تریفلوپرازین و فلوفنازین لو پوتنسی دارن، نان نورولوژیکال ساید افکت، نان نورولوژیکال ساید افکت. تیوریدازین رتینال دپوزیت داره، تیوریدازین میره توی شبکیه دپوزیت میشه. کلوروپرومازین کورنیال دپوزیت داره، میره توی قرنیه دپوزیت میشه. هالوپیریدول باید به علاوه آزین ها بشه. پس آنتی سایکوتیکا یا هایپوتنسی یا لو پوتنسی. سه تا هایپوتنسی نام ببر، هالوپیریدول، تریفلوپرازین، فلوفنازین. اینا آزین ها هست. فلوفنازین، تریفلوپرازین. لو پوتنسیا نان نورولوژیکال ساید افکت دارن، ولی های پوتنسیا نورولوژیکال ساید افکت هم دارن. حالا این لو پوتنسیا رو دو تا نام ببر، تیوریدازین و کلوروپرومازین، درسته؟ حالا تیوریدازین چون آر داره رتینال دپوزیت، کلوروپرومازین چون سی داره اولش کورنیال دپوزیت، اینجوری طبقه بندی کرده، فهمیدید؟ بلاک آنتی سایکوتیکا بلاک میکنن دوپامین رسپتورو، افزایش کمپ هم میدن. یوز این شیزوفرنیا، سایکوزیس، اکیوت مانیا و تورت سیندروم. چی؟ تورت سیندروم. حالا من ببینم این تورت سیندروم چیه. نشانگانه توره، آره اینا تو کتاب فارماکولوژی گفته بود. سندروم ژیل دولاتورت به تیک های حرکتی و سپس تیک های صوتی به علت درگیری هسته های قاعده یا بیزار گنگلیا میگن. شروع این خلق قبل از 16 سالگی و معمولا در 5 سالگی. حرکات استریوتایپی پریدن یا رقصیدن، پریدن پاسه پاشون تکون میدن و یه تیک عصبیه، اوکی؟ پیش فعالی و اختلالات یادگیری علائم شاخص این سندروم هستن، اوکی؟ بعد همین دیگه بعد اینجا بعد گفته چی؟ بلاک دوپامینه تو رسپتور یوزین شیزوفرنیا، سایکوزیز، اکیوت مانیا و در درمان تورت سیندروم آنتی سایکوتیکا استفاده میشن. آنتی پسیکوتیکوش. توکسیسیتی این دارو ها، های لیپید سلوبل اند استورد این فت. بگو های لیپید سلوبل اند استورد این فت. اسلولی ریمو فرام بادی، در نتیجه اسلولی ریمو فرام بادی. دوچاره ای پی اس میکنن طرفو. ای پی اس نمیدونم یعنی چی، چه یادم رفته. اندوکراین افکت دارن، دوپامین آنتاگونیستا، چون گفت دوپامین اینجا بایستی بلاک بشه چون دوپامین زیاد شده، درسته؟ دوپامین آنتاگونیستا باعث هایپر پرولاکتینمیا میشن، پرولاکتین خونو زیاد میکنن، در نتیجه باعث گالاکتوریا میشن. یعنی گالاکتوریا یعنی چی؟ یعنی گالاکتوریا
گالاکتوریا یا شیر ریزش. گالاکتوریا یعنی شیر ریزش، جاری شدن بی اختیار شیر از پستان بدون هیچ ربطی به زایمان و یا شیردهی را گویند. این واژه از ترشحات نوک پستان در زمان شیردهی یا زایمان متفاوت است. گرفتید شد؟ هیچ ربطی به زایمان یا شیردهی نداره، اصلا از من شیر میاد، چون دوپامین آنتاگونیست ها باعث هایپرپرولاکتینمی ها و باعث گالاکتوریا میشن. آنتی موسکارینیک افکت دارن این آنتی سایکوزا، در نتیجه درای موس، کانستیپیشن، بلرد ویژن میارن. آنتی آلفا افکت دارن، آنتی آلفا افکت دارن، در نتیجه باعث هایپوتنشن میشن. آنتی سمپاتیک آلفا فشار رو میندازه پایین. آنتی هیستامین افکت دارن، در نتیجه باعث سدیشن هم میشن. نورولپتیک مالیگننت سیندروم رو بهش میگیم NMS. در این سیندروم ریجیدیتی، مایوگلوبینوریا، اوتونومیک اینستابیلیتی، هایپر پایرکسیا، تریت ویت دانترولن، دوپامین آگونیست، بروموکریپتین. نورولپتیک مالیگننت سیندروم اینو خوندیم قبلا، نه یادم رفت. نه فرنم یادت بگو. نورولپتیک مالیگننت سیندروم، سنز نشانگان نورولپتیک بدخیم، یک آرزه نادر ولی مرگی بار مصرف داروهای آنتاگونیست دوپامینه، جز ساید افکت هست. اوکی؟ علائم سفتی عضلانی، هایپرترمیا، برای همین داریم که دانترولن بده، تعریق، اشکال در بل، تریمور یا لرزش، بی اختیاری ادراری، تغییر سطح هوشیاری، موتیس، تاکیکاردی، افزایش فشار خون. گرفتید شد؟ حالا میگه نورولپتیک مالیگننت، اینها اینجا هم گفته دیگه، توکسیسیتیشون رو داره بررسی میکنه. نورولپتیک مالیگننت سیندروم یکی از توکسیسیتی های آنتی‌سایکوتیکال ساید افکتشونه که با ریجیدیتی، مایوگلوبینوریا، اتونومیک اینستابیلیتی، هایپرپایرکسیا. هایپرپایرکسیا یعنی چی؟ یعنی تب. هایپرپایرکسیا یعنی تب. خب تریت ویت دانترولن و دوپامین آگونیست، چون اثر سمی بودن دوپامین آنتاگونیست هست، حالا باید دوپامین آگونیست واسه بروموکریپتین بدین. تاردیف دیسکنزیا، گفتیم تاردیف دیسکنزیا یعنی کمی حرکت با تأخیر، تاردیف تأخیری. اوکی؟ استریوتایپیک اورال فیشیال موومنت due to long term antipsychotic use often irreversible، که گفت شاید 2 ماه یا 6 ماه بعد ایجاد بشه و دیگه هم خوب نمیشه. evolution of EPS side effect، این EPS side effect من نمیدونم چیه، اینقدر بعدم میاد یه چیزی میخونم هی برم تحقیق کنم. اکسترا پیرامیدال دیگه، اکسترا پیرامیدال ساید افکت. اوکی؟ آنتی سایکوتیکا اکسترا پیرامیدال ساید افکت میدادن. 4 hours acute dystonia، 4 days آکینزیا، 4 weeks آکاتیزیا و 4 months tardive dyskinesia میدن به خاطر ساید افکت رو اکسترا پیرامیدال. این 4 تا ایجاد میشه. چهار ساعت دیستونی، بعد اون آکینزی، آکاتازی، کینزی. من لغتشون نمیخوام که، مشکلات حرکتیه. پس مشکلات حرکتیه به ترتیب نام ببرد، دیستونی میشه اول طرف، بعد آکینزی، آکاتازیا. ببین آکینزیا، آکاتیسیا، آکاتیسیا، آره آکاتیسیا، تاردیف دیسکنزیا، کم کم اصلا حرکت نمی کنه. برای نورولپتیک مالیگننت سیندروم سینک فیور، به تب فکر کن. گفته فیور یعنی فیور، انسفالوپاتی، ویتال اینستابیلیتی، الیویتد انزایم، ریجیدیتی آف ده ماسل. فیور منظور فیوره؟ آره به فیور فکر کن. فیور خود افش فیوره، ایش انسفالوپاتیه، ویتال اینستابیلیتی، الیویتد انزایم، ریجیدیتی آف ده ماسل.
اما میدونستی اینجا تریفلوپرازین و کلورپرامازین این دوتا ضد همتیک آنتی همتیک دی تو رسپتور آنتی بلیس همتیک هم هست؟ خب همین الان داریم که دوپامین بلاکره دیگه. آتیپیکال آنتی سایکوتیکا اونها تیپیکال میدن؟ آره دیگه. حالا آتیپیکال آقای خسته شدم که یه ذره دیگه همیشه نمیده. حالا این سایکوتیک تموم خواه اولانزپین، کلوزاپین، کوتیاپین، ریسپیریدون، آریپایپرازول و زیپرازیدون. بگو دستان درگه به موقع دیگم 45 دقیقه است. اولانزپین، کلوزاپین، کوتیپیان، ریسپیریدون، آریپایپرازول، زیپرازیدون. اینا بلاک میکنن سروتونین 2، بلاک میکنن آلفا رسپتور، بلاک میکنن هیستامین 1 و بلاک میکنن دوپامین رسپتور. Use in schizophrenia. Olanzapine is also used for OCD. OCD یعنی چی؟ قرص Olanzapine نکشه. های OCD خود obsessive compulsive چی؟ obsessive و compulsive obsessive compulsive disorder بگو obsessive compulsive disorder میشه OCD. حالا اینا چه disorderی هن که اولانزاپین براشون داره استفاده میشه؟ خداش فارسی هم داره. اختلال وسواس، اختلال وسواسی جبری، اختلال وسواسی فکری یا عملی، اختلال اضطرابی مزمنه که با اشتغال ذهنی مفرد در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال طلبی همراهه تا حدی که بعد از دست دادن انعطاف پذیری استراحت و کارایی بیانجامد. اوکی؟ پس اینجا obsessive compulsive disorder is anxious anxiety disorder characterized by intrusive thought that produce uneasiness, apprehension, fear or worry by repetitive behavior aimed at reducing the associated anxiety or by combination of such obsession and compulsion. Okay? آره. پس چه داری برای وسواس یا obsessive compulsive disorder؟ اولانزپین. بگو اولانزپین. انگشاسایتی دیزوردر، برای خود انگشاسایتی دیزوردر استفاده میشن آتیپیکال آنتی سایکوتیکا اینا، برای دپرشن، برای مانیا و برای تورت سیندروم. اوکی؟ برای چی تورت سیندروم هم استفاده؟ الان اینجا گفتش که برای تورت سیندروم هم استفاده میشن دیگه. کجا گفت؟ بگو کجا گفت؟ اینجا گفتش که آنتی سایکوتیکا بلاک میکنن دی تو رسپتور ها برای درمان تورت سیندروم هستن. الان دارم که آتیپیکال ها برای درمان تورت استفاده میشن، هم تیپیکال ها هم آتیپیکال ها. فیوور اکسترا پرامیدال ساید افکت دارن اینا، ان آنتی کولینرژیک سیمتوم دن تیپیکال سایکوتیک. میگه اینا نسبت به تیپیکال چیزا آنتی کولینرژیک سیمتوم کمتر دارن، یعنی تیپیکال ها آنتیکولینرژیک ساید افکتشون بیشتر از آتیپیکال هاست. تیپیکال ها آنتی موسکرینیک ساید افکتشون بیشتر از آتیپیکال هاست. اولانزپین و کلوزاپین می کاز سیگنیفیکانت ویت گین، واسه افزایش وزن میشن. کلوزاپین می کاز آگرانولوسایتوزیس، بگو کلوزاپین می کاز آگرانولوسایتوزیس، ریکوایر ویکلی WBC مانیتورینگ و احتیاج داره به اینکه WBC هر روز مانیتور شد وایت بلاد سلز و ببینید آگرانولوسایت شده یا نه. کلوزاپین و چی؟ اولانزاپین. اولانزاپین و کلوزاپین هم از دیاز پام دیویدیب نیستن، همون دیاز پام، همون تو سیده دیاز پام نیستن، یعنی بنزو دیاز پام. من رو بزرم دیگه اونان زمین رو دیگه از پانده اینا آزپینن. گفته که modification treatment of schizophrenia
ببین طبقه بندیش چیه؟ بنزو دیازپین باشن دیگه. آیا الان بنزو دیازپینه؟ این بنزونه سینه هم آزپین دیگه. آره دیگه بنزو دیازپین دیر ویتی بس. آره بعد اینم از چی؟ کلوزاپین، اولانزپین. اولانزپین برای OCD، Obsessive Compulsive Disorder، Extrapyramidal Side Effect، آنتیکولینرژیکشون کم تر از تیپیکال هست. اولانزپین و کلوزاپین میکا سیگنیفیکن ویت گین و کلوزاپین شاید باعث آگرانولوسایتوزیز هم بشه. It's typical for old calluses to quickly rupture from A to Z. آنما میشه اینو بدیش کنار، من داره از سالان خوش همش داره محسن منو میلیسه. یعنی واقعا مردم سگدن مام سگدن فقط میخوابه اونم صاف رو موس. خب حالا این اولد کلوس یعنی لباسای کهنه رو آدم بهتره همشونو بریزه ریسپر، یعنی بریزه تو سطلاش خالی از اول تا آخر، یعنی از A تا Z. خب اولد اول یعنی اولانزاپین، کلوز کلو یعنی کلوزاپین، کویتلی یعنی کویتاپین، ریسپ یعنی ریسپریدون، ای آریپایپرازول، زد زیپرازیدون. فهمیدی؟ پس آتیپیکال رو داره اینجوری حفظ بکنه، میگه ایتس آتیپیکال، این خیلی غیر معموله برای اولد کلوزا که کویتلی برن تو سطلش خال از اول تا آخر، این خیلی آتیپیکاله. گرفتید شد؟ کویتلی اولانزپین، کلوزپین، کویتاپین، ریسپریدون، آریپایپرازول و زیپرازیدون. آریپایپرازول، زیپرازیدون. اینم روش حفظ کردنش. زیدون. پرنترال فرمولیشن آف فلوفنازین. بگو پرنترال فرمولیشن آف فلوفنازین. هالوپیریدول آر اویلیبل فور رپید اینیشیشن آف تریتمنت اند مینتیننس تراپی این نان کامپلینت پیشنت. اینا همشو پرنترال فرمولیشن دارن. مثلا فلوفنازیل، حالا فلوفنازیل کجا بود؟ اینجا بود درسته؟ فلوفنازیل هایپوتنسیه و هالوپریدول که هایپوتنسیه آر اویلیبل فور رپید اینیشیشن آف تریتمنت اند مینتیننس تراپی این نان کامپلینت پیشنت. خب آنتی سایکوتیک تموم شد دیگه. آنتی دپرسانتو من توی ویدیو دیگه ضبط نکرده بودم، آخر خود آنتی دپرسان من اینا رو خونده بودم دارو باشه یادته. سلکتیو سروتونین ریاپتیک اینهیبیتور، فلوکستین، پاروکستین، سرترالین، سیتالوپرام، اس ان آر آی مثلا ونلافاکسین و دولفکسین که اینهیبیت کنه سروتونین و نورو اپینفرین ریاپتیکو، بایپولار دیزوردر دراگ لیتیوم، ADHD یعنی اونایی که هایپر اکتیون، متیل فنیداد و آتوموکسیتن بدیم. بعد متیل فنیداد همون ریتالینه و گد دراگ، گد گفته بوسپیرونه، using GAD does not cause sedation, addiction or tolerance, does not interact with alcohol و باربیتورات. حالا من گردم تحقیق کنم چیه و دیگه تموم میشه داستان. بعد گفته لیتیوم اینجوری حفظش بکن، LMNOP یعنی لیتیوم ساید افکت، موومنت یا تریموره، نفروژنیکه، N یعنی نفروژنیکه، O یعنی هایپوتایروئیدیسم و P یعنی پریگنانسی پرابلم ایجاد میکنه. لیتیوم LMNOP، لیتیوم ساید افکت، موومنت، نفروژنیک، هایپوتایروئیدیسم و پریگنانسی پرابلم ایجاد میکنه. هایپوتایروئیدیسم. آره. گد یعنی جنرالایز انگشاسایتی دیزوردر. برای جنرالایز انگشاسایتی دیزوردر بوسپیرون بده. اوکی؟ حالا درسته که خسته شدم ولی چون آخر این ویدیوه اینا میخوام نشونت بدم. درست نوشتم؟
اوپیوید موان کاپا رسپتور لیگاندا مورفین میبینی مپریدین فنتانیل پنتازوسینا کاپا را کشیده مورا نکشیده، یعنی پنتازوسین فقط روی کاپا اثر میکنه. نالوکسون آنتاگونیسته هم موه هم کاپا، ولی پنتازوسینا مگه نگفت میکس آگونیست؟ منظورش نه که آگونیسته کاپاست آنتاگونیسته موه. میفهمی منظور از میکس آگونیست چیه؟ وقتی میگه میکس آگونیست یعنی آگونیست آنتاگونیست اوپیوید، یعنی آگونیست کاپاه آنتاگونیست موه. فنتانیل به جز اوپیوید گفتیم کجا استفاده میشه ازش؟ فنتانیل به خدا یادم فنتانیل گفته مرسی اسپیشال منشن 20 برابر قوی تره. بعد چیزی دیدم نگفته کور فنتانیل ها گفته استفاده اکیوت سویر پین افتر تروما سویر کرونیک پین استفاده بشه. انانتیو سلکتیو افکتیو آف ترامادول، این ترامادوله میبینی راسه میکشه، مثبت ها منفی داره، منفیش نورو اپینفرین ری آپتک اینهیبیتور میکنه، آلفا تو آگونیسته، ترامادول راست گرد سروتونین ری آپتک اینهیبیتوره، آگونیست ات مو اوپیوید رسپتوره، ولی ترامادول چپ گرد آلفا تو آگونیسته. شبکت راست کرد میکنی کنم منفوس کرده ها؟ انانتیومر دیگه خانوشه انانتیومر دیگه. مورفین ان متادون دیورین کرونیک اینتیک. الان این چیه؟ طرف معتاد شده بوده آنالجزی ها اینتوکسیکیشن و این متادون با های دوز های فلفش 55 ساعته همچه میره بالا، ولی با لو دوز تو آنالجزی میمونی، اما اگه یه دفعه های دوز بشه طرف مصموم میشه. من اینجا که عکس داشتم نمبر اون میگردم. Goals of surgical anesthesia، هدف surgical anesthetic بایستی muscle relaxation باشه، رو موتور رفلکس اثر کنه، بایستی loss of consciousness باشه، pain and suffering رو کم کنه، بایستی automatic stabilization بکنه، autonomic reflex، اون وقت آنالجزیا یا درد پین استیمولی باعث نوسیسپشن و فرست دادن اطلاعات به این سه تا مکان شه که داروهای آنالجزیک باعث نوسیسپشن رو بلاک کنن. فور ماسل ریلکسیشن فور اگزمپل پین کرونیوم بده، یعنی همین توب و کراره و اینا. فور آنکانشسنس فور اگزمپل هالوتون یا پروپوفول بده. ایف نید اوتونومیک استابیلیزیشن آتروپین و اسمولول ها. اسمولول یعنی چی؟ یعنی بتا تو بلاکر دیگه، درسته؟ بده تا استفاده بشه. ریجیمین فور بالانس آنستزیا. فنتانیل که میگی کجا بود؟ فنتانیل آنالجزیک هم هست، دیازپام انکسولیتیک هم هست، میدازولام آنکانشسنس، ماسل ریلکسیشن، اینتوبیشن. یعنی پری میدیکیشنه برای اینداکشن، برای مینتننس و برای ریکاوری. نئوستیگمینم گفته میشه داد. دیگه رفت الان توی این گاز بیهوشی ها. نه اینو نمیخواستم. بیا آرما اینجا خیلی باحاله این. اوپیوید آنالجزیکا مورفین تاب سورسش رو گفته، باعث چی میشه چی نمیشه. ببین چرا آقاب روشن کن، خیلی تاریک خونه. Action of endogenous and exogenous opioid at opioid receptor. الان اینجا opioid receptor رو داریم، خب این مورفینه، این پرو انکفالینه، این پرو اوپیو ملانوکورتینه، فرو پرو اوپیو ملانوکورتین، این با بتا لیپوپورت بتا لیپوتروفین، بتا لیپوتروپین.
این اومده اینجا، خلاصه همه اومدن با بتا اندورفینا اینا با انکفالین تو رسپتور دارن چیزشون با اوپیوید رسپتور باند میشن درسته، اون وقت پتاسیم پرمبیلیتی رو زیاد میکنن، اکسایتبیلیتی رو کم میکنن. حالا آنتاگونیستین مثل نالوکسون میاد تو فضای سیناپسی اینجا قرار میگیره، اون وقت باعث میشه و چی میشه؟ حالا دیگه کلسیم اینفلاکس کم میشه، ریلیز آف ترانسمیتر کم میشه بر اثر اوپیوید رسپتور، نه بر اثر این آنتاگونیست احتمالاً ها، نمیدونم. افکت آف اوپیوید مدییتد بای اوپیوید رسپتور، استیمولنت افکت اوپیوید چیه؟ واگال سنتر کمو رسپتور آف ایریا پست رما آکلوموتور سنتر ادینگر وستفال نوکلئوس آنتی نوسیسپتیف سیستم، به خاطر این سیستم آنالجزیک و به خاطر اسموس ماسکولاچر استومک باول اسپاستیک کانستیپیشن آنتی دیاره آس. پس اوپیویت ها مثل کدومش آنتی دیاره آ بودن؟ لوپرامیدا دیفنوکسیلات درسته؟ به خاطر و گفته یورینری ترکت پاسیبل ایمپرمنت آف میکچوریشن میتونه اوپیوید ایجاد کنه، یعنی باعث چی بشه؟ میکچوریشن میکچوریشن یعنی به صورت ادرارش به صورت قطره قطره بشه. گفته دامپنی نه میکچوریشن دامپنینگ افکت آنالجزیکه، اوپیوید پین سنسیشن رو قطع میکنه، مود آلترنس مودو عوض میکنه. بعضی هاشون آنتی توسیون چون رسپیریتوری سنتر و کاف سنتر رو دپرس میکنن و بعضی هاشون امتیک سنتر رو. کدوم اوپیوید آنتی امتیکه؟ اوپیوید آنتی امتیکه تابلوه دیگه، چیز دیگه بگو من نمیدونم بابا بلشکو. حالا اینجا نگاه کن، اوپیوید مود آف اپلیکیشن اند بایو اویلیبیلیتی، متنکفالین که اورالی داره و تزریقی. خب متنکفالین اوپیوید دیاران رفت به امتیک میانداره، خب اینجا داره میگه اثر آنتی امتیک داره رو امتیک سنتر داره، اصلا امتیکوم داریم ولی آنتی امتیک نداریم. امتیک مثل اصلا اوپیوید تا خودشون باعث استفراغ میشن. آفرین مورفینا چجوری استفاده میکنن؟ به این میگفت فنانترن استراکچه داخل نخا انتراتکالی آیوی خوراکی، فنتانیل و کارفنتانیل که الان این کارفنتانیل این یکی که این چیز داره پرودراگشه، تبلت داره، اینهالیشن داره، ها پچ داره، تزریقی داره، فنتانیل هم آنالجزیک هم اوپیوید. اپلیکیشن اند ریت اف دیسپوزیشن، اوپیوید اینتراونوس اپلیکیشن برای چی؟ مین لاینینگشه. نیزال موکوزال فور اگزمپل هروئینا میشه چی؟ نیزالا موکوزال گرفت و برونکیال موکوزا اوپیوم برای اسموکینگ. بعد متابولیسم آف مورفین، حالا مورفین چجوری متابولیسم میشه؟ اورال اپلیکیشن مورفین وارد معده میشه میره تو کبد، مورفین تیری گلوکورینیت میاد داخل و یا اینکه مورفین 6 گلوکورینیت میشه و خلاص از طریق کلیه دفع میشه مورفین، یا روی کربن 3 یا 6ش یعنی این دوتا او اچ یکیش گلوکورونی نمیشن. اوکی بعد اینجا رو دیگه اینا خوندیم، من همین شکل رو میخواستم اینا نشونت بدم دیگه. بقیهش هم آنستاتیک مانستاتیک و آنتی دپرسنتش هم دیدیم، آنتی دپرسنتش درسته دیده شو بیا خوب نشده فکرین. مایوکاردیال اینفارکشن فایین. پس آنتی ترامین 3 و فایین رو میگم پتاسیم ویتامین کا چی؟
اریتروپویزیز این بون مرو اتفاق میفته، اینهیبیشن آف دی ان ای سینتزیس، سل مولتیپلیکیشن میتونه انجام بشه به خاطر ویتامین B12 دیفیشنسی یا فولیت دیفیشنسی. در نتیجه very few large hemoglobin rich erythrocyte ایجاد میشه. اگه این دیویشن آف هموگلوبین سینتزیز در اریتروپویت در اتروپویزیس اتفاق بیفته به خاطر آیرون دیفیشنسی، اون وقت فیو اسمال هموگلوبین پور اریتروسایت. درسته می گفتیم اینا کروماشون، الان این هایپر کرومه، این هایپوکرومه، این سایزش بزرگه، این سایزش کوچیکه، این به دلیل آیرون دیفیشنسی، این به دلیل ویتامین B12 دیفیشنسی یا فولات دیفیشنسی. اوکی، ویتامین B12 و فولات هم توضیح داده که تتراهیدروفولات میشه، متیل تتراهیدروفولات میشه خود تتراهیدروفولات، و ویتامین B12 این متیل دار میشه بدون متیل، و ویتامین B12 میاد اینجا از اول از جمعیم ویتامین B12 فولیک اسید خورده میشه توسط پریتال اتیل انترینسیک فاکتور وارد میشه، از اینجا باز جذب میشه. اینجا کجاست؟ تحاله، درسته؟ حالا این گفته میتونیم بگیریمش از اینجا، ببریمش تو استرپتومایسیس گرزیوس، ریکامبیننتش کنیم یه همچین چیزی. گفته استوریج سپلای فور 3 ایرز، میره تو کبد واسه 3 سال میتونه ذخیره بشه. وضعیت همونه B12 و اینم که چیزشه دیگه، متابولیسمشه که چجوری از بین میره، میاد متیله میشه از بین میره، بعد متیلش دو مرتبه کم میشه میتونه خودش برگرده بیاره. آیرون ها، آیرون ها یادته گفتیم آیرون میاد از روسل انتروسایت جذب میشه، ابزوربشن در دئودنوم یا آپرشن هم اتفاق میفته، بعد یه مقدارش میره وارد فریتی میشه، برمیگرده آهن 2 میشه آهن 3 و اینجا میمونه تا وقتی که انتروسایت بمیره و بره دفع بشه. اوکی، اوناییشیم که جذب میشن کامل توسط ترانسفرین، توسط چی؟ ترانسفرین، میان و میرسن به هموگلوبین و خون رسانی میشه. بعد وقتی که حالا این آپتیک این تو اریترو بلاد تو بون مرو، بعد اریتروسایت تو بلاد ایجاد میشه و لاست ترو بلیدینگ، اثر خون ریزی میشه، این آهن از دست داد. حالا اگه اریتروسایت بیاد وارد کجا بشه؟ آپتیک این تو ماکروفاژ، برای داخل ماکروفاژ بشه، تیکه تیکه میشه، درسته؟ آهن دو میشه دو مرتبه آهن سه، با فریتین جذب میشه و فریتین میتونه دگرده بشه به هموسیزرین، که گفتیم هموسیزرین اگرگیتد فریتینه، فریتین های جمع شدن و هموسیزرین نان سلوبله و رنگش به هیچ وجه از بین نمیره، و خود آهن سه میتونه دو مرتبه با ترانسفرین بیاد بیرون، ولی فریتین ها میمونن. گرفتید شد؟ و با آهن سه کمپلکس میتونه بره یا مستقیم میتونه بره. اکتیویشن آف کلاتینگ چجوری؟ لخته خون، انقاد خون اکتیو میشه. اینا کنی الان مویرگه که جراحت اندوتلیال سل، درسته؟ فاکتور 12 شده 12 اکتیو، فیبرینو داده. فاکتور 7 شده 7 اکتیو، فیبرینو داده. اینم پی اف تی دی پلاتلت ها هستن که تجمع پیدا کردن. اینهیبیشن آف کلاتینگ بای ریمووال آف کلسیوم. کلاتینگ فاکتور دو تا کربوکسیل داره، می‌بینی؟ کربوکسیل مثلا با کلسیم دوباره مثبت باند بشن. اون وقت چی میشه؟ کلسیوم کلیشن اتفاق میفته. آره کلسیم بودیم کدوم؟ حالا گفت 12 فاکتور 7 خود ترومبین و هم تو سه تا احتیاج به کلسیم. اگه نباشه خون لخته نمیشه. حالا گفت کلسیوم کلیشن تو ویترو، اونلی این ویترو با سیترات اتا و اگزالات اتفاق میتونه بیفته، ولی تو خون با کلاتینگ فاکتور، با کلاتینگ فاکتور یعنی فاکتور انقاد. یک گفتی یه بار دیگه شما راشنو بگو. هم هفته آقا 12 با 10 با همون دو اکتیف که میشه. ها اینجا هستش راستی. فاکتور چنده این؟ 9 10 12 با خود دو هم هست. فاکتور دو که همون ترومبین باشه. فاکتور دو کو نمیدونم، پروترومبی میشه ترومبین، باعث میشه که فیبرینوژن بشه فیبرین. هیرودین داره اینجا رو اینهیبیت میکنه. آره دیگه هیرودین
آنتی ترومبوتیک ها. خب ویتامین کا، ویتامین کا آنتاگونیست of the coumarin type and ویتامین کا. خب ویتامین کا یک داریم که تو کبیجه، ویتامین کا دو در روده ساخته میشه و ویتامین کا سه فقط تو آزمایشگاه هست. می‌بینید؟ ویتامین کا یک اسم دیگه اش چیه؟ فیتومنادیون، ویتامین کا دو و ویتامین سه اسمش از منادیون. خب دیوریشن آف اکشن گفته آنتاگونیست داریم به نام فنپروکومارون، نه فنپروکومون. فنپروکومون دیوریشن آف اکشنش خیلی زیاده. وارفارین 4-5 روز و آسنوکومارول یکی دو روز. حالا اینجا چیه نقشش؟ کربوکسیلیشن آف گلوتامین رزیجو. این الان کیه این دارو؟ این ویتامین کا دریواتیوه، درسته؟ این وارفارینه دیگه نه؟ آره دیگه. ویتامین کا رو اپوکسیده کرده، ویتامین کا چی شده؟ از بین رفته. حالا این فاکتوره 2-7-9-10 با ویتامین کا بایستی باند بشن؟ حالا دیگه باند نمیشن. Optimal adjustment. ویتامین کا افکت، هیدروکسی کومارین افکت. بعد گفته ریسک آف ترومبوزیز، ریسک آف بلیدینگ. حالش نرم. این هم داستانه هپارینه، فاکتور 2, 7, 9, 10. این هم که لیشه، هیریدو، هیریدون دیریویتیف ها. زالو ضد لخته داره، درسته؟ آنتیکواگولانت. ضد ایجاد لخته. اینم آتلپتازه که ریکومبیننته، یعنی استرپتوکیناز، تنکتلپلاز، رتپلاز. اینا هم مونوکلونال آنتی بادی هم به این روش نو ترکیب دارن ایجاد میشه. ترومبوژنزیزا گفته اول ادهیژن، بعد اکتیویشن، بعد اگرگیشن اتفاق میفته تا ترومبوز ایجاد بشه. حالا نقش گلیکوپروتئین 2B3A چیه؟ این خیلی مهم بود، یادم معلم میگفت. این پلاتلت ها گفته گلیکوپروتئین 2B3A فیبرینوژن بیندینگ دارن، ایمپاسیبل پاسیبل. اینا میان بهش باند میشن، یعنی یه چیزایی میتونن با گلیکوپروتئین 2B3A باند بشن. گفته این گلیکوپروتئینا که نقش اینتگرین دارن، نقش چسبنده به چیزی دارن، کانتکت وید کلاژن، کانتکت وید آدنوزین دیفوسفات، وید ترومبین، وید ترومبوکسان آتو، وید سروتونین. فهمیدید شو؟ یعنی تمام اینا چجوری رو پلاتلت اثر میذارن؟ توسط گلیکوپروتئین 2B3A رسپتور. آه یعنی این رسپتور داره این رسپتور تو پلاتلت گلیکوپروتئین 2B3A اون وقت به ترومبوکسان آتو، به سروتونین، به ترومبین، به آدفه، به کلاژن میتونه باند بشه، اون وقت میتونه اگرگیت بشه. ببین الان اگرگیت شدن، گرفتید شد؟ اینهیبیتور آف پلاتلت اگرگیشن کلوپیدوگرل، آبیسیکسیماب، آبسیکسیماب که این آنتیبادیه، مینی اپتیفابید یه پپتیده و تیوفیبان که نان پپتیده. اینا گلیکوپروتئین 2B3A آنتاگونیستن و یا آدپ رسپتور آنتاگونیست بان بشه. الان این داروا که اینجا اومده اینجا نشسته، ببینی چون اینجا نشسته دیگه نمیتونه فیبرینوژن باش با پلاتلت بان بشه، اگرگیت بشه، آنتی اگرگیته. یا اینجا اومده چیه این رسپتور P2Y12 نشسته که این قراره با آدپ باند بشه، دیگه آدپ نمیتونه اینجا بان بشه، درنچه دیگه بگو از طرف آسپرین میاد تو پلاتلت ترومبوکسان آترا کوکسا اینهیبیت میکنه ایریورسیبلی، دیگه نمیتونه بیاد توی ترومبوکسان آترو رسپتور بشینه. جی پی وان هم یادم یه چیزی بود اون موقع خوندیمش، جی پی وان هم یه چیزی هست که سروتونین میده و سروتونین آدپه میده، یه همچین چیزایی. خب اینجا چیه؟ پریسیستمی بینیم شم پلاتلت اگرگیشن با آسپرین انجام میشه، لو دوز. آسپرینه چی؟ لو دوز. پلاسما سابستیتوت باید بشه. این الان کیه؟ این خود هپارینه، نه این دکسترانه. پلاسما سابستیتوت ویت کلوید دکستران، هیدروکسی اتیل استارچ، هیدروکسی استارچ. این لحظه نگاه کن دیگه، اینا رو من برم سر. هایپر لیپوپروتئینمیا لوور دوزینگ ایجنت ها شکل چی داره؟ آها
بیاتری فد کیلو میکرون بینی کیلو میکرون رمننت میشه، بعد میاد لیپوپروتئین سینتاز در کلسترول تریگلیسیرید. حالا چی داخل این کیلو میکرون هست؟ اینا نه آپولیپوپروتئین ها سل متابولیسم برگرده. حالا کیا این میوتش میکنن؟ کلوستیرامین گات توی گات بیندینگ اند اکسکریشن آف بایل اسید لیور بال لیور تو لیور بی آسینتزیز زیاد میشه، یعنی بایل سینتزیز و کلسترول کانسامپشن هم زیاد میکنه. بعد اینجا گفته از تیم ایف تو گاته دوستانم، اینا شکلش رو قشنگ بکشه کجا هست، اینا شده که آدم وار نگفت HMG کاری دکتر از اینجا رو گفته که چجوری اکسپرشن LDL رسپتور رو زیاد میکنه. من که دیگه دیورتیک هستم شد دیگه.